منطقه بودن و بهش میدادن. فردا این سایت رفته بود، یه سایت دروغین جاش کاشته شده بود. آنانی که با سیستم موشکی هاک آشنایی دارند میدانند جا به جایی هر سایت موشکی در زمانی کمتر از 10 ساعت به ظاهر امری است محال، چرا که سازندگان اصلی آن برای استقرار هر سایت نیاز به زمانی بیش از 1 ماه دارند. ایشون اومدن و این تعداد تجهیزات رو به حدی رسوندن که بشه شبانه سایت رو جابجا کرد. رادار رو گذاشتن کنار، کامپیوتر رو گذاشتن کنار، آروها رو گذاشتن کنار، فقط شد های پاور لانچر 20cc. خیلی شجاعت میخواند که بیان به یه سیستم موشکی بگن آقا تو میری به جنگ دشمن ولی چشم بسته باید بری، جفت چشمات رو ببند برو به جنگ دشمن. خیلی هاشون میگفتن این خائنه. اولین حمله که به ماکن بوده 13 فروند بود. صبح خدا رحمت کنه شهید ستاری پای تلفن گفتش افری، گفتیم بله، گفتش برو فلان سم فلان کار بکن. بگوش باش افری، بگوشم برو ببینم 235 برو قربونت استنبای احتمالا زدیمش خورد استنبای یا سنگ داره میافته پایین. این دیده میشه؟ بله قشنگ دیده میشه. سایت هاگ به موقع اقدام کرد و به حمدالله نمیدونم 4 یا 5 فروند تو اولین حمله هفتمش از دست داد. این یکی که اولی زده بودی منوز داره دود میکنه. اولی یا دومی؟ دومی همه هم نوک بغل دستاش افتاده. آها بس استان بای چی شد؟ بد نبودی؟ زد کلا باری کلا زد. اصلا عراق گیج شده بود، تمام این سیستما گیج شده بودن. بابا ما اینه که همه ریختیم کوبیدیم زدیم این عکسش اینجوری چی شد؟ اونا با فرض بر نقطه های قبلی میخواستن اقدام تاکتیکی بکنن، میمدن تو منطقه و غافلگیر میشدن. حقیقتا ای بابا این دیروز بعد از ظهر ساعت 4 اینجا سایت بود و روزهای آخر طوری شده بود که وقتی روی هدف لاک میکردی قفل میکردی گاهن هواپیما ول میکردن، هواپیما رو خلبان میپرید. یعنی یک مورد از این مسئله من عیناً خودم دیدم که هواپیما فقط قفل کردیم روش، حتی تیراندازی هم نتونستیم بکنیم روش، فایر نتونستیم بکنیم ولی خلبان پرید از هواپیما. و یه بخشی از جنگ تجهیزاته، یه بخش عمدهش تفکر، عقل، شعور، نوع تشخیص از طرف مقابله، وضعیت طرف مقابل رو دونستنه که بر اساس اون بیه نقش جنگی رو در واقع بچینید. به خاطر اینه که شما ببینید ظرف 10 روز 80 تا هواپیما تو فجرش میفته زمین، اونم نه هواپیمایی که هواپیما روز اول جنگ مثلا هانتر بزنیم یا میگ 21 بزنیم. ما تو فجر 8 حداقل 50 تا هواپیما که زدیم میراج بوده، روز دنیا بوده، هنوز رنگش خوش نشده بود از تو کارخونه که اومده بالا سر هدف. اصلا وقتی می اومد پای تلفن و مثلا دستورات رزمی میداد اینقدر رسا و اینقدر آرام ایشون دستور میداد که اصلا آدم اطمینان خاطر پیدا میکرد، علی رغمی که میدید بالای سرش پر هواپیما ممکنه باشن. ولی باور بفهم وقتی زنگ میزد گفت رحیم، اصلا انگار که من اگر 3 شبان روز نخوابیده بودم خسته بودم یه انرژی میگرفتم که آه شهید ستاری به من گفت رحیم. این رحیم گفتن خسته نباشیدی که میگفت سلام منه به بچه ها برسون، محکم باشید من اینجا هستم. اصلا ما تا 5 روز دیگه شارژ بودیم. ما تا عملیات ولفجر 8 یه شبی ارتباط یه محل برقرار نشده بود، نفرم کم بود، چند 2-3 نفر بیشتر نداشتیم که میخواستیم در حدود 15-16 کیلومتر راه و سیم بکشیم تا ارتباط سایتمون رو بتونیم مثلا با رادارهای پشت برقرار کنیم. ایشون توی گلا توی اون باطلاقا خودش سیم میکشید. شد ستاری و تیم با وفای او با درایت، عقل و جسارتی که به خرج دادن
به یقین از سرداران اصلی فتح فاف هستند. بعد از این عملیات بود که فرماندهان عالی جنگ به این نتیجه رسیدند برای کارآمد کردن نیروی هوایی چاره جز استفاده از همین افسران جوان در رده فرماندهی ندارند. اواخر بهمن سال 1365 خبری از رسانه‌های گروهی پخش شد. متن خبر اعلام و معرفی فرمانده جدید نیروی هوایی بود. برای اولین بار کسی به فرماندهی منصوب می‌شد که خلبان نبود. هرچند این خبر برای مردم عادی که شناخت دقیقی از ساختار و سلسله مراتب نیروی هوایی نداشتند حاوی نکات خاصی نبود، ولی برای پرسنل این نیرو عجیب ترین خبری بود که در طول دوران خدمت خود می شنیدند. برای خلبانا بسیار سخت بود که یک نفر کنترل شکاری بیاد بشه فرمانده نیرو در اون زمان و در اون برهه. حالا نیرو هوایی فرمانده شد خلبان می بود اون موقع، یعنی یه سنت بود قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و هنوز هم همینطوره. یعنی خلبانا میگن باید حتما خلبان باشه فرمانده نیروی هوایی. اول که شهید ستاری که فرمانده نیرو شد و یه سری از دوستان که تخصصی دیگه داشت مثلا خلبانو زیاد روی ستاری حساب نمی کردن. بعد وقتی دیدن دانش بالاست و پروازم کرد و دیدن خلبان شده دیگه. و باز گفتم حکم به نام تو خورده نه من. گفت اگر قبولم دارن و بپذیرند که تو هر جهتری قبول کن و من نیز در کنارت خواهم. طرح‌های بلندی برای نجات نیرو داشتیم. بارها در خلوت به یکدیگر گفته بودیم اگر این چنین شود، اگر آن چنان کنیم. هرگاه ایده‌ای به ذهن من می‌رسید می‌پذیرفت و مدافع آن می‌شد. به همین جهت می‌خواست حکم به نام من بخورد تا دیگر ناچار نباشد مدام در جلسات مختلف از طرح‌هایم دفاع کند. ما یک روح بودیم در دو بدن. هرچند قول داده بود ولی خیلی زود رفت. میدانستم چرا اصرار داشت حکم فرماندهی به نام من زده شود. عباس بزرگ بود، خیلی بزرگ. اگر از من سوال میکردن دوست داشتی شخصیتی شبیه چه کسی داشته باشی، بیدرنگ جواب میدادم بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا و ارخلینا صبر و سلط اقلامنا با من نگاه کن فانسور ناور القومی. اینجا امین خسروی ازانی از خومن دانش آموز سال سوم نظری سرتم ببخشی یکم بالا بگی سیانش دانش آموز سال سوم نظری آده اینجا و فتوای امام و گفته های نماینده و آی رفتنجانی که جنگ باشده است من هنگامی به فرمانده محسوب شدم که نیروی هوایی تعداد زیادی از بهترین خلبانان خود را از دست داده بود. آنانی که مانده بودند نیز از امکانات کافی برای پرواز برخوردار نبودند. در طول 6 سالی که از آغاز جنگ می‌گذشت تعداد زیادی از جت‌های جنگنده را از دست داده بودیم. آنهایی که مانده بودند نیز قدرت و توان روزهای اول را نداشتند. در مقابل دشمن به پیشرفته ترین جت‌های جنگنده شرقی و غربی مجهز شده بود. 3 کار عمده باید انجام می‌دادیم. ابتدا فریب دشمن به گونه‌ای که متوجه کمبودهای عظیم ما نشود.
سپس بازسازی بخش زیادی از امکانات وارداتی که برای من باقی مانده.